بسم الله الرحمن الرحیم. ما تا الان یک فصل از درسمون که به بیان مبانی می پرداخت رو به پایان رسوندیم و در یک نتیجه گیری کوتاه میدان الکتریکی و مغناطیسی رو دارای خواص موجی دیدیم. دیدیم معادله موج برشون حاکم بود و آثار منبع با سرعت محدود نور از محل تحریک که اون منبع هست به محل مشاهده منتقل میشد. حالا هر چیزی که بر اساس میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی بنیان گذاشته میشه یا محاسبه میشه، این آثار عیناً بهش منتقل میشه. یکی از پارامترهایی که ما، یکی از کمیت‌هایی که در مهندسی برق خیلی باش کار داریم، اختلاف ولتاژ و یکی دیگه از کمیت‌ها جریانه. خب اختلاف ولتاژ انتگرال میدان الکتریکیه و جریان انتگرال میدان مغناطیسیه. حالا به این خواهیم پرداخت. پس این دو کمیت ماهیت موجی دارن. این دو کمیت با یه سرعت محدود از محل تحریک که منبع هست به محل مشاهده منتقل میشن و مباحثی که الان میخوام شروع بکنم در فصل دوم که به خطوط انتقال یا مدارهای گسترده اختصاص پیدا کرده، عملاً پدیده‌های موجی حاکم بر این دو کمیت رو میخواد مورد بحث قرار بده. وقتی ما قرار شد ماهیت موجی داشته باشه دیگه ولتاژ، پس فقط تابع زمان نیست، تابعیت مکان هم باید براش در نظر گرفت. ما موج ولتاژ داریم که تابع زمان و مکانه، موج جریان داریم که تابع مکان و زمانه. این میشود نقطه جدایی ما از مدار فشرده و رفتن سراغ مدار گسترده. پس فصل دوم درس ما خطوط انتقال یا مدارهای گسترده اختصاص داره. ترجمه Transmission Lines و Distributed Circuits، گفتیم این در نقطه مقابل لامپ سیرکت هست که موضوع درس های مدار یک و مدار دوی شما تا الان بوده. قبل از این که من بخوام به این مبحث که انشالله امروز به فروبندی های اصلیش خواهیم رسید اشاره کنم، فصلی داره کتاب ریمو. این فصل واقعا از ابتکارات جناب ریمو وندوزر و وینری بوده در ابتدای نوشتن این کتاب، که مبانی الکترومغناطیسی تئوری مدار رو توضیح میده. بحث تئوری مدار پاش روی تئوری الکترومغناطیسه. وقتی میگیم تئوری مدار، منظورمون دو قانون اصلی است. جلسه اولی که ما درس مدار بهمون میدادن گفتن KVL، KCL، این دو رو که برای ما نوشتن پای تخته گفتن تمام شد. حتما به شما اینو گفتن چون این یه چیز خیلی رایجه. تئوری مدار این دوتاست. هر آنچه که در اون دوتا کتاب قطور مدار آموزش میدند هاش روی KVL، KCL. KVL، KCL هم از تئوری الکترومغناطیس میاد. یه اشاره من به این فصل چهار کتاب ریمو میخوام بکنم. یکی از مباحث یونیک تو کتاب الکترومغناطیس هست. به شما یه دید میده از اینکه اصولا این سیر تاریخی که طی شده برای تحلیل سیستم‌های الکترومغناطیسی که مدل‌های مداری هم یکی از اون به حساب اپروچ‌ها هست، از کجا آمده، اصلا چه دیدگاهی پشتش وجود داشته. اجازه میخوام قبل از اینکه من بخوام مباحث مربوط به خطوط انتقال یا مدارهای گسترده رو بگم، این مبانی لامپ سیرکتس که KVL و KCL هست رو، پایه های الکترومغناطیسی شو خدمت شما بگم. بسیار سودمنده. من از سال اول درسم در مهندسی برق خاطرم هست که درسی داشتیم به نام مبانی مهندسی برق، یه درس یه واحدی بود. استادی که اومد گفت من هر آنچه که شما در تئوری مدار
می نویسید به عنوان معادلات مداری، من از الکترومغناطیس اینها رو برای شما استنتاج میکنم. مطمئنن اون استنتاج دقیق تره، برای استنتاج دشوارتریست، راه طولانی تر میرم به همون معادلات میرسم. عملا میخوایم همین رو خدمت دوستان نشان بدیم و مباحث فصل 4 رو در یک کپسول فشرده ای خدمت دوستان عرضه بکنیم از کتاب ریمو. آنچه که در مورد خلوت انتقال خواهیم گفت مباحث فصل 5 کتاب ریمو هست و کتاب انان فصل 2 و 3. این رو خاطرتون باشه که ما هر کدوم از این دوتا رو استفاده کنیم. کتاب انان از جهت تعداد مسائل حل شده، مثال‌ها و بعد تمرین‌هایی که داره مدرن‌تر است از کتاب کلاسیک ریمو. به این خاطر اگه دوستان ریمو هم می‌خونن برای حل تمرین باید برن سراغ انان، چون من تمرین‌های سری دوم و سوم رو از کتاب انان برای دوستان تعیین می‌کنم که فصل 2 و 3 رو انشالله از اونجا پوشش خواهیم داد. خب بنابراین من اجازه بدید مبحث الکترومغناطیس تئوری مدار رو اینجا از جهت یادآوری فصل 4 کتاب ریمو رو خدمت دوستان بگم. خب تئوری مدار بر اساس KCL و KVL استواره، کرکاف کرنت لا و کرکاف ولتیج لا. خب KCL میگه چی؟ میگه اگر ما تعدادی جریان وارد شونده یا خارج شونده به یک گره داشته باشیم، من با جهت های دلخواه من اینجا 6 تا جریان داخل شونده و خارج شونده به یک گره رو دارم، با فرض جریان های خارج شونده علامت مثبت، جمع جبری اینها باید 0 باشه. این میشه چی؟ میشه بیان KCL. پس من اگر اینو بنویسم بگم I1، بعد بگم منهای I2 به علاوه I3 به علاوه I4 منهای I5 به علاوه I6 مساویست با 0، یک بیان فشرده داریم. اگر این علامت ها رو ببریم تو خود جریان ها میگیم سیگمای IJ مساویست با 1 تا N مساوی با 0، جمع جبری جریانات داخل شونده و خارج شونده از یک نود 0 است. خب برای ما وقتی این رو میگفتن ابتدا علامت سوال بود چرا خب جهت بیرون رونده رو مثبت گذاشتن. بعد که اومدیم مبانی شو دیدیم، خب اصلا قانون جریان کرکاف پاش روی چه اصلیه؟ اگر شما الکتروستاتیک رو در نظر بگیرید این استنتاج میشه از دیورجانس جی مساوی با 0 در الکتروستاتیک، چون چه تغییرات زمانی که نداریم، دیورجانس جی 0. اگه من به فرم انتگرالی اینو بنویسم این میگه چی؟ میگه انتگرال جی دات دی اس روی یک سطح اسی که حجم وی رو محصول میکنه 0. خب من دور این گره رو فرض کن گره یه گره سبودی، یک حجم در نظر بگیرم با سطح اس این گره رو محصول بکنه. خب انتگرال جی دات دی اس رو که دارم میگیرم، دی اس راستای آتوارد داره، بیرون رونده داره. خب این انتگراله به من میگه I1 علامت مثبت، I2 منفی، I3 مثبت، I4 مثبت، I5 منفی، I6 مثبت. خب پس علامت مثبت و منفی اصلا از این در میاد. پس نتیجه کار میشه KCLی که ما میشناسیم، این میشه چی؟ میشه KCL. خب الکتروستاتیک این مطلب رو
کامل داره، KCL پاش روی زمین سفته، هیچ مشکلی نداره. خب حالا اگر تغییرات زمانی داشته باشیم، شما در تئوری مدار KCL رو وقتی آیتون تابع تیم شد میگفتید KCL دیگه نداریم، مینوشتید شما تئوری مدار فشرده اگر برقرار بود، شما KCL رو همچنان به همون شکل مینوشتید، مشکلی نداشتید باش. ولی اگر تغییرات زمانی داشته باشیم، یعنی روند به روند تی صفر نباشه، حالا دیورجنس جی دیگه با اصل پیوستگی جریان یا اصل بقای بار میشود مثلث منهای روند رو به روند تی. یعنی اگر من فرم انتگرالیشو بنویسم جی ای داد دی اس، عیناً آنچه که در سمت چپ این عبارت داشتم سر جای خودش هست، در سمت راست میشود انتگرال رو دی وی میشه منهای روند کیو به روند تی. یعنی اگر من یه نودی داشته باشم که این نود حالا تو مدار واقعی به خاطر لحیمکاری به خاطر اتصال این کیو بتونه روش ذخیره بشه، من این سمت دارم سیگمای حالا آی هم چون دیگه متغیر به زمانه آی کوچیک من بنویسم آی جی جی از یک تا این، اما این مساوی با صفر دیگه نیست، مساویه با چیه؟ نرخ تغییرات زمانی بار محصور است در این سطح. یعنی ما KCL مرد، کلاب ریمو میگه خب یک کسی تا این رو میبینه ممکنه به ذهنش برسه با فرضهایی KCL رو معتبر نگه داره. دو تا فرض به طور خاص به ذهن میرسه. اولین فرض این است که این گره انقدر قابلیت ذخیره سازی بارش کم باشه که کیویی که داره روش قابل صرف نظر کردن باشه. پس راه حل ها برای اعتبار بخشی به KCL در مدارهای با تحریک متغیر با زمان، بگیم مدارهای متغیر با زمان، یک ابعاد گره آنقدر کوچک باشد که کیو رو بتونیم بگیم تقریبا صفر، یعنی کیوش قابل صرف نظر کردن باشه، پس این میشه تقریبا صفر. چقدر این ابعاد کوچیک باشه، چقدر با روش ذخیره بشه تا بتونیم صرف نظر کنیم، اینا همه محل سواله. و KCLی که مینویسیم اینجا اگر یه همچین چیز فرضی بکنیم بحثت تقریبه. دومین راه حلی که جناب ریمو میگه ممکنه به ذهن برسه این که بگیم تغییرات زمانی آنقدر کند باشد که نرخ تغییرات زمانی رو بتونیم صفر در نظر بگیریم. یعنی بگیم درست از کیو نمیتونیم صرف نظر کنیم، ولی ما به کیو خودش کار نداریم، به تغییر زمانیش کار داریم. روند به روند تیش تقریبا قابل صرف نظر کردنیم، در حقیقت یه نوعی کواسای استاتیک هستیم، شبه استاتیک باشیم. اما حقیقتش این است که هیچ کدام از این دو راه حل ابتدایی که نوعی تقریب محسوب میشه عامل بقای KCL در مدارهای متغیر با زمان نیست. یک اصل مهم دیگری موجب میشه KCL به بقای خودش ادامه بده. پس این دوتا رو من نوشتم، ولی حقیقتش این سومیه هست که KCL رو اعتبار دار و معتبر نگه میداره. و اون چیه؟ در تئوری مدار اینو تو همون جلسات اول برای شما گفتن، شاید اون موقع خیلی به فلسفهش فکر نمی کردید، ولی اونجا میگه در تئوری مدار هر عنصری که یا هر قابلیتی از مدار برای ذخیره سازی بار در قالب یک المان خازنی نشان داده میشه. تنها عنصر ذخیره کننده بار در تئوری مدار در یک مدل مداری چیه؟ خازنه. این گره بزرگه، بار ذخیره میکنه، خب چه اشکالی داره؟ این بارش رو بگید این، اگر من با قرمز حالا با یه رنگ دیگه بکشم که معلوم باشه، اینو تبدیلش بکنید به یک نقطه
اتصال ریاضی، بگید قابلیت ذخیره سازی بار، قابلیت این خازن پارازیتیک هست، یه سی پی هست نسبت به زمین. پس کیو مساوی است با سی این خازن پارازیتیک در ولتاژ نود، ولتاژی که این نوده نسبت به زمین داره. پس اگر من سمت چپ رو نگاه بکنم، سمت راست رو نگاه کنم، روند کیو به روند تی میشه سی پی روند وی نود به روند تی، که میشه این جریان این خازن پارازیتیک. من اسمش رو گذاشتم آی پی، این جریان آی پی، جریان این نود. پس اگر من این رو جایگذاری کنم، این میشه منهای آی پی. اگر این رو ببرم این سمت، یک جریان به مجموع جریانات من اضافه میشه و خواهم داشت آی جی جی از یک تا ان به علاوه یک مساویس با صفر، در حقیقت کی سی ال به حیات خودش ادامه میده. پس این سوم میگه تنها عنصری که در تئوری مدار قابلیت ذخیره سازی بار دارد خازن است. نتیجه میشه هر قابلیت ذخیره سازی بار در هر کجای مدار باید با یک خازن معادل مدل شود. پس ما یه مدار واقعی داریم، یه سری المان‌ها روش چیده شده، یه سری نود داره. وقتی می‌خوایم مدل مداری که عملکرد مدل مداری برای این مدار منطبق است رو بکشیم، باید ما بدونیم این گرهه یه خازن پارازیتیک داره به زمین، یه خازن پارازیتیک داره به جای دیگه. اون چیزی که می‌کشیم، اگه کسی اینجا نگاه کنه میگه این 5 تا المان روشه، شما اینجا مثلا 30 تا المان کشیدی، المان‌های پارازیتیکی است که قابلیت‌های ذخیره‌سازی بار در نقاط مختلف رو داره مدل می‌کنه. پس مدل مداری ما، تمام گره‌ها در مدل مداری که برای اونها KCL رو می‌نویسیم، نقاط اتصال ریاضی هستند. هیچ قابلیت ذخیره‌سازی نداره. قابلیت ذخیره‌سازی اگه تو مدار اصلی بوده برداشتیم در قالب یه چند تا خازن پارازیتیک مناسب، که خب اینا باید تحلیل میدانی بشه تا این ظرفیت خازنی ها پیدا بشه. مثلا این نقطه یه لحیم چقدره، من ناشی لحیمش کردم، یه آدم خیلی وارد لحیم کرده، قابلیت ذخیره سازیش این میشود چند پیکو فاراد، این دیگری میشود بیشتر کمتر، باید به صورت یک خازن پارازیتیک یا چندین خازن پارازیتیک نشون داده بشه. پس به نظر میرسه KCL جان سالم به در میبره از تغییرات زمانی و ما میتونیم در مدارهای متغیر با زمان هم همچنان از KCL استفاده بکنیم. خب از KCL بگذاریم، بیایم سراغ KVL. KVL میگه چی؟ KVL میگه اگه دور این حلقه ای شما جمع جبریه افت ولتاژ ها رو جمع بزنید، پس من یه حلقه ای اگر اینجا داشته باشم از المان های مختلف، این المان ها المان های متفاوتی میتونه توی حلقه باشه، خب فرض کنید جریان رو من در این راستا بگم، این آی توی این حلقه، این سری که وارد میشه اگه مثبت منفی من بگم این وی یک هست، این مثبت منفی این وی دو هست، مثبت منفی وی سه هست، و به همین ترتیب ادامه پیدا کنه تا این وی ان باشه. مثبت و منفی KCL KVL به ما میگه، حالا من چون میخوام از الکتروستاتیک شروع بکنم، وی رو به صورت وی بزرگ میکشم، جی از یک تا ان مساوی با صفر. خب این بیان KVL میگه جمع جبریه ولتاژ ها در هر حلقه بسته ای صفره. K
KBL از کجا؟ از نظر فیزیکی تغذیه میشه. پایه KBL چیه؟ کیه دشه؟ از کرل ای مساوی با صفر. این هم در الکتروستاتیکه دیگه، در الکتروستاتیک کرل ای مساوی با صفر. اگر در هر حلقه بسته ای ما انتگرال بگیریم، این انتگرال ای داد دیل میشه صفر، که میگفتیم ای کانزرواتیوه، یعنی تو هر حلقه بسته ای انتگرالش صفره. حلقه سی این مداره. خب اگر من این رو بشکنم به انتگرال روی این المان، المان دیگه، هر کدوم از این انتگرال ها از ابتدا نقطه مثبت به منفی به ما چی میده؟ اون وی روی اون المان رو خواهد داد. نتیجه این میشود KVL به شکلی که ما میشناسیم، میشه KVL. خب در با داشتن تغییرات زمانی ما این صحنه هم یه تغییرات قابل ملاحظه داریم. قانون فارادی اینجا مطرح میشه، میگه کرل ای صفر دیگه نیست، مساویه با منهای روند بی به روند تیه. اگر من فرم انتگرالی اینو بنویسم، ببینیم کی وی ال دوباره به زحمت میفته، مثل کی سی ال که در اونجا داشتیم، انتگرال بی دات دی اس روی سطح اس منهای روند شار مغناطیسی گذرنده از حلقه مدار. پس من دارم روی حلقه اگر انتگرال میگیرم، سمت چپ همون سیگمای وی جی جی از یک تا اینه. خب من با وی کوچیک حالا اینجا بنویسم وی جی جی از یک تا این، اما سمت راست نرخ تغییرات زمانی شار گذرنده از این حلقه است. این حلقه شاری که میگذره بی داد دی اس روی حلقه صفره. ما در تئوری مدار وقتی این خطوط رو میکشیم، برای اون مهم نیست که اینو انقدر بکشیم حلقه‌شو بزرگ کنیم، کوچیک کنیم. هیچ وقت نگران این انتگرال شار گذرنده از حلقه نیستیم. در حقیقت مدل مداری که ما میکشیم از نظر ابعاد هیچ وقت به مدل مدار واقعی نظر نمی اندازیم. المان ها را از جا به هم می داریم، سیما رو می کشیم، یه حلقه درست می کنیم. حالا ابعادش شد اندازه یه ورق یا دو ورق یا سه ورق از یه کتابی، هیچ فرقی نمی کنه. پس این سمت راستیه تو تئوری مدار نباید به این ترتیب صد راه ما بشه. این مشکل KVL حتما یه جوری حل شده. باز هم کتاب ریمو سه تا راه حل برای این پیشنهاد میکنه. پس راه حل های پیشنهادی برای اعتبار بخشی به KVL. خب اولین راه حل دوباره این هست که حلقه مدار انقدر کوچک باشه که شار گذرنده ازش قابل صرف نظر کردن باشه. پس ابعاد حلقه مدار آنقدر کوچک است که شار گذرنده، شار مغناطیسی گذرنده از آن قابل صرف نظر کردن است. خب پس این بگیم سایه ام تقریبا صفر باشه. بله خب اینگه صفر باشه، خب از این میشه تقریبا، خب KVL برقراره. باز هم
به ابعاد وابسته میشیم دیگه و میزان شاری که از این حلقه میگذره. دومی راه حل به تغییرات زمانی برمیگرده. بگیم آنقدر تغییرات زمانی کند است که روند سایبر روند تی قابل صرف نظر کردن باشد، پس روند سای امبر روند تی بگیم تقریبا صفر. باز هم هر دوی این راه حل ها برای اینکه KVL رو در تئوری مدار تثبیت بکنه تقریبی محسوب میشه و مناسب نیست. KVL یک لاس، یک قانونه، این حتما باید پاش روی یک زمین محکمتری باشه و اون سومین راه حل هست که من با رنگ دیگه بنویسم که این راه حل اصلی تئوری مداره. مثلا تئوری مدار جز فرضهای اساسیش اینه و این هست که تنها عنصری که قابلیت ذخیره سازی انرژی مغناطیسی داره سلفه. ما هر جایی که همچین قابلیتی داریم اینو باید با یه سلف نشان بدیم، نمیتونیم بگیم تقریبا از این صرف نظر میکنیم. پس بگیم اینجا در تئوری مدار تنها عنصری که قابلیت ذخیره سازی انرژی مغناطیسی دارد سلف است، اینداکتنس. پس اگر این چنین باشه من آنچه که از حلقه مدار شاری که عبور میکنه رو میگم یک ال سیرکت، این ال در المانهای من وجود نداره، این به واسطه شاری که داره از حلقه عبور میکنه من در مدل مداریم باید لحاظ بکنم. پس ال سیرکت در آی مدار به من میده چی؟ سایه ام. پس اگر به سمت راست نگاه کنیم روند سای ام به روند تی میشه ال سیرکت روند آی به روند تی که این بهش میگیم وی مربوط به عنصر سلفی که ما برای در نظر گرفتن شاره گذرنده از حلقه مدار در نظر گرفتیم. حالا من اسم اینو بذارم وی سیرکت. اگر این رو بذارم در این سمت خواهم داشت پایین اینجا بنویسم سیگمای وی جی، وی قرار شد که متغیر با زمان در نظر بگیریم، جی از یک تا ان مساوی است با منهای وی سی، به این سمت بیاریم عملا یک المان ان به علاوه یکم به تعداد افت ولتاژ هایی که باید جمع جبریشون حساب بکنیم اضافه میشه و مجددن KVL اعتبار دار میشه، معتبر میشه. خب به عنوان یه مثال از کاربرد تئوری میدان برای نوشتن معادلات مداری یک مدار واقعی رو مثال بزنیم. آیا که فرق نمی کنی که میشه این حلقه هستی الش میشه تو الش این تا حلقه هست. نه منظورم اینه که الان ما این حلقه در نظر گرفتیم از همه المانش جریان آی خب اون یکی هم یه ال برای اوه دیگه، این ال میذاریم اینجا یه ال میذاریم اونجا، تازه بین اینا ممکنه کاپلینگ متقابل وجود داشته باشه بعد ام میذاریم بینشون دیگه، یعنی شاری که از او رو این القا میشود ام متقابل شاری از این ال متقابل. اینا تو فصل 4 اینها رو ریمو همه این حالت ها رو آمده از تئوری الکترومغناطیس بحث کرده برای دوستان. من نمیخوام خیلی وارد همه مباحث او بشم، یه کلیتی رو میخوام خدمت دوستان بگم که این موضوع که تئوری مدار و مدل مداری چگونه پای خودش روی کانسپت‌های دقیق الکترومغناطیسی مستقر کرده و دوستان جا بیفته.
اینها از کجا داره میاد؟ شما سوال الان، یعنی برای یک دیره مرکب، یعنی ما برای اتفاقات داخل دیره به خاطر اصل پایستگی بار میگیم که کیون صفت تغییراتش، بعد بیرونش هم میون همین قاعده رو استفاده میکنیم. گره که بزرگی اگه بار روش ذخیره میشه، نه گره مرکب. گره مرکب چی؟ چند تا گره که حالا مثلا فرض کنیم برای یه گره ولی مقاومت بینشیم برن یه گره دیگه باشه. ما برای کل این هم میمدیم میگفتیم که اصل KCL برقراره. یعنی حالا الان میگیم که بین این دوتا گره اتفاقات داخلی، چون که حالا مدارمون ثابته، یعنی اگه اونجا هم نگران این هستی که روی این گره های جزئی یه چیزی رو تفکیک کنیم، یه مدار واقعی دارید، اون چیزی که توی مثلا یه پرینتی سیرکت به شما میدن، توی این سری المان یه سری کانکشن هست، مدل مداری رو که میخواید بکشید، اون مدل مداری همین حرف در موردش برقرار، گره مرکب، توی انتقال این واقعیت روی صفحه کاغذ که بهش میگیم مدل مداری، این باید عملکرد و مثل این باشه. هر قابلیت ذخیره سازی بار که هست باید خازن نشون میدید، هر قابلیت ذخیره سازی شار مغناطیسی رو با که صفر نشون میدید. اینجا 5 تا المان دارید، 10 تا المان دارید، 5 تا 20 تا، اونجا 200 تا المان دارید. اون المان ها برای این است که این مدل مداری بتواند عملکرد این مدار واقعی رو به شما نشان بده. نتیجه اینکه یک خازن جای این قابل ذخیره سازی بار میذاریم، دوباره برگشتن این نقطه اتصال به نقطه اتصال ریاضی است. بعد روی او حالا گره مرکب انجام میدادید، نودال انالیسیس، هر کاری که انجام میدادید در تئوری مدار میتونید انجام بدید اونجا. اما اینکه این واقعیت چگونه میتواند تبدیل بشه به یک تئوری، یک مدل معتبر تئوری مدار، این کانسپت های پشتشه. میگه هر جا قابل ذخیره سازی بار دارید، دیدید شما مدار معادل یک جانکشن ترانزیستوریه که میکشن، کلی المان های پارازیتیک میکشن، یه خازن از این بر میکشن، یه خازن از این بر زمین میکشن، یه خازن از این بر میکشن، اینه برای اعتبار بخشیه به KVL و KCL. موقع مدار معادله میتونه عیناً مثل یک مدار معادله عادی باش برخورد بود. شما سوال داشتید دیرم پرموسم؟ هر شد؟ اول KCL رو بزنم توی الکتروستاتیک که اصولا قابلیت ذخیره سازی بار اونجا رخ نمیده، چون میگه هر جریانی میاد باید از اونجا بره، چون اگه نره پس شما باید در طی زمان بار زیاد بشه یا کم بشه. پس توی الکتروستاتیک دیورژنس جی صفر بهش میگیم جریان ساکن دیگه، اصلا تمامش بر این اساس. به معنی اینکه جریان متغیر با زمان شد دیگه، یه همچین غیری وجود نداره، میتونه جریان کمتر بیاد بیشتر بره، جریان بیشتر بیاد کمتر بره، اینجا بار زیاد بشه با بار کم بشه، مهم اینه که قابلیت ذخیره سازی این باره وجود داشته باشه و به یه حجمی باید اونجا وجود داشته باشه که هست. این حجم همه نقاط اتصال شما تو مدارها یه حجمی دارن، اما این چقدر میتونه باز ذخیره کنه؟ همینطور که شما میایید فرکانس کار رو میبرید بالاتر، این حجمه قابلیتش برای ذخیره سازی بار، یعنی دور شدن از اون ایدئالی که هر چی که میآید جریان باید برود بیشتر میشه. این قابلیت رو شما باید با چی؟ خازنهای پارازیتیک نشان بدید. تمام حرفی. خب یه مثال بزنیم، یه حلقه مدار المان های مختلف یه مدار RLC است که یه عنصر مقاومتی است، یه سیم با سطح مقطع متغیر هست که میخواد نقش مقاومت رو بازی کنه، یه سلفی است که دو تا ترمینالش متصل شده به حلقه مدار، و یک خازنی که به همین ترتیب قرار گرفته در اینجا. پس ما با یک VAT که از نقطه A به B متصل شده با سیم رابط
بی به بی متصل شده، پس یه سیم رابطه. باز هم ایدئال در نظر نگیریم، این سیم رابط میتونه یه سیم مقاومت دار باشه. این المان بی به سی هست، دوباره سی به سی یه سیم رابطه، سی به دی یه المان سلفیست، مجددن سیم رابط، دی به ای. و حالا من این رم چون همه سیم رابطه ها لبتونه تراش یکسان گرفتم، اینم میگیم ای به ای. خب اگر برای جریانی که در این حلقه هست من رابطه KVL رو بخوام بنویسم، از نظر میدانی من انتگرال ایداد دیل رو مساوی با من هایروند سای مغناطیسی عبور کرده از حلقه مدار به روند به روند تیش می نویسم. پس اینم حلقه که سطح S داره. خب برای نوشتن KVL این انتگرال ایداد دیل رو شروع بکنیم به اجزا بنویسیم. از A تا B ایداد دیل روی منبع، به علاوه انتگرال این سیم رابط رو با این سیم رابط، این سیم رابط، اینا رو من در قالب یه انتگرال می نویسم روی المان ها. از B تا C ایداد دیل انتگرال C تا D ایداد دیل روی عنصر سلف، انتگرال دی تا ای ایداد دیل، به علاوه یه انتگرالی که میگیم روی سیمهای رابط. اینه چون همه از یک نوع فرایند برای تلف، یعنی تلف عمومی تبعیت میکنن، من نوشتم سیمهای رابط مساوی است با منهای رونده سای ام به رونده تی. من میخوام نتیجه کار میدانی خودم بر روی اینها رو بنویسم و دوستان ببینن چگونه یه مدل مداری دقیق برای عملکرد اجزای مختلف این مدار از قانون فارادی به دست میاد. در حقیقت به بیان بعضی از کتاب ها یه KVL تعمیم یافته رو من دارم اینجا اعمال میکنم که در پناه او همه المان هایی که در عالم واقع دارن نقشی ایفا میکنن، این نقششون رو میارن روی صحنه. خب اولین عنصر که منبع هست، انتگرال ایداد دیل از ای تا بی وی ای، پس انتگرال ایداد دیل روی منبع میشود اختلاف ولتاژ وی ای منهای وی بی که منهای وی تیه. اینا رو بعدن جایگذاری میکنیم، من الان جایگذاریش رو انجام نمیم. پس این اولی منبع یه منبع لوکاله، منهای وی تی میشه وی ای منهای وی بی. این جمله اولی ما میشود در حقیقت ولتاژ اعمال شده توسط منبع. اما دومی انتگرال بی تا سی ایداد دیل در یک عنصر مقاومتی است. این عنصر مقاومتی اگر ما راستای ال رو راستای محوری در نظر بگیریم، پس این میشه راستای ال حد، پس میشه این ای ال و خب متناظر با ای ال من سیگما ای ال به من جی ال رو خواهد داد، پس جریان رسانه‌ای خواهم داشت. خب فرض کنید سیگما هم تابع کمیت دقیقه تابع ال باشه، سطح مقطع هم با ال تغییر بکنه. خب این انتگرالی که داریم میگیریم انتگرال بیتا سی ای ال دی ال خواهد بود. ای ال رو بنویسیم جی تقسیم بر سیگما ال. جی اگر تغییرات زمانی اینقدر شدید نباشه، حالا دائمی سینوسی در نظر بگیریم، خواهید دید که وقتی فرکانس زیاد میشه جریان در سطح مقطع یک نواخت دیگه نیست، جریان میل پیدا میکنه به
پوسته کانداکتر. یه مبحثی است تو فصل سوم خدمت دوستان من خواهم گفت. می‌خوایم خودمون رو درگیر اون پیچیدگی نکنیم. فرض کنید همچنان جریان اکنواخته. پس این آی تقسیم بر هر سطح مقطع به من جی رو میده، چگالی رو خواهد داد. جی هم هست سیگما در اون نقطه در ایل. پس آنچه که اینجا داریم اینو می‌نویسیم. آی میاد بیرون میشه آی تی انتگرال بیتا سی دی ال تقسیم بره آی تقسیم بره اس ال سطح مقطع در نقطه ال به من میده جی تقسیم بره سیگما ال به من میده چی؟ ای. این انتگرال رو شما میشناسید توی بحثای الکتروستاتیک. وقتی میخواستید مقاومت یک رسانه رو حساب بکنید یه همچین انتگرالی رو حساب میکنید. پس این در حقیقت آره متناظر با این کانداکتری است که با شکل کاملا دلخواه سطح مقطع متغیر سیگمای متغیر در هر نقطه به شما این انتگرال میده. پس جمله دوم چیزی نیست جز آر آی تی. این میشه این جمله دوم. خب بریم سراغ جمله سوم. سیم رابط رو بازم کاری نداری بفهم. نقطه در این جایی که هستید این جریان اومده پخش شده روی این سطح مقطع. پس جیش هست آی. اینم یه سیمه دیگه. من حالا اونو گذاشتم تو اینجا. اینم یه مقاومتی برای خودش داره. پس تو این سطح مقطع جی بیشتره، تو این سطح جی کمتره. آیشون دو طرف یکسانه دیگه. چون اگر یکسان نباشه باید چی رخ بده؟ باید باز ذخیره بشه در اینجا. یعنی شما باز هم اگر همچین خاصیتی وجود داشت شما حتما یک المان ذخیره کننده بار دارید. من که همچین خاصیتی اونجا در نظر نگرفتم. فرض این است که جیه من چی که از اینجا میاد این سطح مقطع توی اینجا جیه جیش همسول هستن با هم دیگه. یعنی جریان با میدان همسول هستن حتما باید باشه دیگه. چون جیه ال مساوی با سیگمای ال دیگه. میگید هر ای دارید با جی همراست. قانون اوهمه دیگه. خب تو المان بعدی ما خب ما یه حلقه ای داریم که برای ذخیره سازی انرژی مغناطیسی اصلا تو مدار قرار گرفته. این قراره از خودش خاصیت سلفی نشان بده. خب من باید بیام انتگرال از سی تا دی رو بگیرم. پس این انتگرالی است که من از سی تا دی میخوام بگیرم. برای اینکه این انتگرال رو مقدارش رو حساب بکنم این المان رو یه قدی بزرگتر اینجا خدمت دوستان بکشم. این پورت ورودی سی اینم دی. این انتگرال مد نظر ماست. خب جریان میاد از این حلقه عبور میکنه و به واسطه او یه شاری هدف ما اصلا اینه این شاره ایجاد بشه. شار مغناطیسی اونجا کار میکنه. اگر در داخل این حلقه من یک بار مجدداً قانون فارادی رو بنویسم انتگرال ای دات دیل در این حلقه یعنی حلقه ای که از اینجا میاد و برمیگرده کل این حلقه میشه منهای روند سای گذرنده از سلف به روند تی. خب این انتگرال رو بنویسم انتگرال سی تا دی روی سیم ها. پس میشه انتگرال سی تا دی ای دات دیل روی سیم های سلف به علاوه انتگرال دی تا سی ای داد دی ال. من یادتون باشه دنبال این هستم. ولی چی؟ دنبال سی تا دیش هستم. این روی پورته. پس این از دی میام به سی. دنبال من های این هستم. مساوی است با من های سای ال روند سای ال به روند تی. خب انتگرال ای داد دی ال روی سیم های صرف اگر سیم ها مقاومت داشته باشن دوباره با همین استدلال به ما چی میده؟ مقاومت اوهمی یا افت روی مقاومت اوهمی سیم ها رو میده. پس این میشود آره ال سیم ها ضرب در آی تی. باز هم با همون فرضی که
جریان تو سطح مقطع غیر یک نواخت نشه، این فقط بخش اهمی خواهد داشت. خب این اون انتگرالیست که من دنبالش هستم، همینجا سر جاش بنویسمش، انتگرال دیتا سی ایدا دیل. خب در سمت راست تغییرات زمانی شار گذرنده از این سلفه. خب این معادل یک ظرفیت سلفیست در آیی که ازش عبور میکنه، پس اینم هست من های ال روند آی به روند تی. خب اگر این رو من بیارم این سمت، علامت منفی رو هم تغییر علامت بدم، این رو بیارم این سمت، خواهد شد انتگرالی که من دنبالش هستم، اون انتگرال از پورت سی تا پورت دی ای داد دی ال ال روند آی به روند تی به علاوه آر ال آی تی رو داره. دوستان متوجه شدن؟ ما یک پدیده میدانی رو با قانون فارادی عرضه کردیم، توی او دیدیم انتگرالی که روی پورت از سی تا دی دنبالش هستیم، یه ال روند آی به روند تی و یک آر ال آی تی به عنوان تلف اهمیه سیم ها رو برامون ایجاد میکنه. سوال؟ مسیر از سی تا دی تا سیم چه توضیح بدیم؟ از سی روی سیم ها داریم حرکت میکنیم، این که سیم نیست که، این پورته، پورته دیگه، این دو پورته، از اینجا دارم میام اینجا، این دنبال انتگراله هستیم دیگه، ما اصلا دنبال انتگرال سی تا دی ایم. این انتگرال سی تا دی من حلقه در نظر بگیرم، یه بار رو سیم ها برم یا بیام ببندم، کل مسیر بسته شار مغناطیسی که توش محصور میشه به من ال رو میده، انتگرال رو سیم ها به من چی میده؟ افت اهمی رو میده. پس انتگرالی که دنبالش هستم که این وقتی میاد اینجا با علامت منفی و انتگرال رو میده، یک ال روند آی به روند تی داره، یک آر ال آی تی داره. پس من سه تا بخش از این رو رفتم جلو. سوال؟ استاد الان اونجاها یعنی ما اومدیم خودمون دی رو به سی وصل کردیم با یه سیمی مثلا؟ نه خیر، پورته. خب بازه دیگه، حلقه نوشید، حلقه است دیگه. خب شار گذرنده از این حلقه، حلقه است دیگه. ببین انتگرال ایداد دی ال که روی سیم حتما نوازیم، من الان دستمو میگیرم میگم انتگرال ای تو اینجا دی ال رو حساب بکنید، شما میگی سیم داره؟ سیم نباید داشته باشه که، این میشه از شار گذرنده از این حلقه روند به روند تیش، حلقه است دیگه. وقتی شما از شکل نقطه‌ای رفتیم به شکل انتگرالی، ما نگفتیم یه سی میگیم، شما هم سی هم گفتیم این حتما لوپه باید یه سیم باشه، انتگرال ایداد دیل دور این تو فضا، من با انگشتم سی میگیشم، میخوام حسابش کنم، شما میگی صبر کن یه دونه حلقه بیار اینجا، سیم نمیخواد که، یه حلقه است، از این حلقه نرخ تغییرات زمانی اشاره گذرنده از این حلقه من چی میده؟ در سمت راست مقدار میده و بعد الو از اون من به دستش میارم. خب من یک کوچولو اینجا چون جا دارم نمیخوام اون سمت پاک کنم، این آخرین جمله رو روی خازن یک سوال بسید بفهم، اون سلف خودش مثل سی بی منطقه بود یکی عقل، از اینجا تا اینجا رو من میخوام حساب کنم، چجوری حساب کنم؟ نه مثلا اگه مثلا خود سلفه اون مسیره که می‌خواستیم، خود سلفه هست رو اونجا، ولی سلفی المانه، توی این المان یه فرایندی داره رخ میده، ال تولید میشه، من میخوام اون فرایند رو از میدانی بیارم توی محاسباتم، این سلف برای ذخیره سازی شار مغناطیسی تو اونجا قرار گرفته، یه نقطه اینجا یه نقطه اینجا وصل شده به این حلقه ها، اون کاری که تو این داره انجام میشه رو میخوام از میدانی بیارمش تو صحنه دیگه، ولی شما چی میگید اون موقع؟ میگه این سلفه اینجا بسته، میگم خب بسته، ولی شار گذرنده ازش رو میخوام بیارم و صرف تولید یه الی بکنم، ال رو میخوام اینجا برای شما به دست بیارم، که ال از کجا به دست اومده؟ خب آخرین المانمون دیتا ای روی خازنه. خب انتگرال دیتا ای ای داد دی ال، این که میشه وی دی منهای وی ای،
اینم جناب خازنی که هست یه قدی بزرگتر میشه، این دی، اینم ای. خب اینو چجوری به آی ربطش بدم؟ آی چیه؟ آی بله خب شما آی رو اگر کیوی که روی این جوشن هست رو با کیو بزرگ نشان بدید با رو و روی این سطح بسته ای که از یک سمتش داره جریان وارد میشه و بعد در وسط این رو ببندید، انتگرال جی داد دی اس که برای KCL انجام دادیم مساوی میشه با منهای روند کیو به روند تی. خب انتگرال جی داد دی اس فقط یه منهای آی تی اینجا وارد میشه، منها با منها میره، پس میشه آی تی مساوی است با دی کیو به دی تی. حالا من چون روند نوشته بودم با روند ادامه میدم. خب اینه که شما میدونستید، من فقط میخوام بگم پایش از جهت میدانی چی هست. خب این مساوی است با کیو هست چی؟ سی، سی خازن در وی، پس این میشه سی روند وی خازن به روند تی، پس این وی دیمن های وی ای مساوی میشه با یک سیوم انتگرال صفر تا تی آی تی پریم دی تی پریم. انتگرال باید بگیرم تا وی سیوم به دست بیارم دیگه، یک سیوم انتگرال آی تی پریم دی تی پریم از صفر تا تی. خب من همه این المان هایی که در این سمت داشتم رو تا این چهارمی معادلشون رو حساب کردم. آخری سیمای رابطه، سیمای رابط دوباره به همون شکلی که برای سیم مقاومتی هست به من چی میده؟ یه دونه آر آی میده. پس این آخری دیگه خیلی بحث نده، بهش میگیم آر سیم های رابط، میگیم آر سی در آی تی. سمت راست رو هم که در قبل گفتیم چگونه اعتبار بخشی میکنیم شد من های ال سی روند آی به روند تی. جایگذاری بکنم، من های وی تی این جمله بود، به علاوه آر آی تی این جمله بود، به علاوه این جمله دو تا بخش داشت، یک آر ال آی تی داشت، یک ال روند آی به روند تی داشت، جمله آخر یک سیوم صفر تا تی آی تی پریم دی تی پریم به علاوه آر سی آی تی مساوی است با من های ال سی روند آی به روند تی. بین آنچه که من این پایین نوشتم به حسب ظاهر تعدادی از اون چیزی که نوشتم توی ظاهر این مدار وجود نداره. مقاومت سیمای رابط، مقاومت سیمهای سلف، حلقه ال حلقه مدار، ولی این KVL تعمیم یافته همه اینا رو تو خودش داره. اگه من خوب این رو محاسبه بکنم تمام خواص الکترومغناطیسی که در تک تک این المان ها هست بروز میکنه، خودش رو به عنوان یه المان نشون میده. اگر دقیق من بخوام اینو بنویسم، این بالا با رنگ آبی مینویسم، ما وی تی رو ببریم اون طرف یا بیاریم سمت چپ، وی تی مساوی است با آری که اصلا در مدار ما داشتیم، این می‌خواستیم عنصر مقاومتی باشه، در کنارش تلف اوهمی سلف و تلف سیم‌های رابط قرار می‌گیره میشه آی تی، به علاوه الی که خودمون گذاشته بودیم در مدار که کار ال رو انجام بده، یه ال از گذر شارع مغناطیسی از حلقه مدار بهش اضافه شد، روند آی به روند تی، یک سیوم انتگرال صفر تا تی آی تی پریم دی تی پریم. یعنی من اگر بخوام مدل مداری این حلقه رو بر اساس تحلیل میدانیم بکشم، این معادل با همچین چیزی است، مثبت منفی وی تی.
این آری بود که در اصل بد میمون. آره سلف، این آره حلقه مدار، سه تا آر اینجا هست. حالا میتونست آره سلف رو باز خود سلف بکشم، ولی خب خواستم آره رو بذارم کناره هم. یک ال بابت المانی که داشتیم، یک ال بابت حلقه مدار، این هم خازنی که در اینجا وجود داشت. این اون مدل مداری است که حالا من دیگه وقتی میکشم حلقه شو 5 سانت بکشم یا 1 متر بکشم، مثلا انتزاع شده. این مدل انتزاعی است. تمام اون خواص که در اینجا هست، حلقه این واقعیه، یه حلقه ای هست فرض کنید 3 سانت در 2 سانت، این یک مقاومت حلقه نشون میده توی این آرسی هست، یک شار مغناطیسی گذرنده از حلقه نشون میده تویش LSE. این مدل مداری امکان این رو داره که عمل کرده مدار رو به طور واقعی نشان بده. پس همه آن فرایندهایی که توی این مدار وجود داره توی یک رابطه قانون فارادی که بهش باید بگیم KVL تعمیم یافته. ما واقعا این KVLه، اصلا کلش KVLه، ولی قیافه ظاهریش ذره با KVL انتگرال ای داد دیل مساوی با صفر اگه بگیم بیس سنت متفاوته. چرا؟ چون همه فرایندهای شار مغناطیسی رو هم تو خودش میخواد داشته باشه. پس سمت راستش همچین چیزی برای حلقه مدار لحاظ میشه. قابلیت هایی که اینجا وجود داره تا سالها، گفتم جناب ریمو با این فصلش اولین باریست که میاد این رو تو کلاسیک عرضه میکنه. از چاپ اول ریمو چاپ دوم همیشه این فصل بوده. این کاری که از عهده تئوری الکترومغناطیس در میاد برمیاد که بیاد فرایندهای میدانی رو در قالب المانهای مداری عرضه بکنه، یه مدار معادل بده که عمل کردش مثل مدار اصلی باشه، یک اپروچی، یک روش و مجموعه روش های رو در تحلیل مدارهای الکترومغناطیسی پیش پا گذاشته، بهش میگن سرکت مدل اپروچ. پس من بحث خودم توی این پس رو با این تقسیم بندی و آنچه که در عرصه نرم افزارهای تحلیل ساختارهای الکترومغناطیسی رخ داده به پایان برسونم و بریم سراغ بحث خطوط انتقال که بحث اصلی این فصلمون هست. دو تا این روش های مختلف تحلیل ساختارهای از ساختار الکترومغناطیسی. من هر مداری که شما با تغییرات زمانی داشته باشید و یه ساختار الکترومغناطیسی میدونم، یه مدار چاپی که شما دست میگیرید با یه سری فلزاتی که بهش میگیم ماکرو استریپ و المان هایی که این ماکرو استریپ به هم وصل کرده، یه مدار ساختار الکترومغناطیسیه. حتما فکر نکنید منظورم این است که یه تشعشع کننده، اینا اونا ساختارهای الکترومغناطیسی هستن بدون شک. فرد اونها رو میره با کمیت های میدانی ای و اچ تحلیل میکنه، ولی وقتی ساختارها به صورت مدارهایی هستن که شما میخواید تحلیل بکنید، میتونید بیاید بر اینها سرکت مدل که بگیم اپروچ سرکت مدل اعمال بکنید. سعی کنید هر چیزی که در این ساختار داره رخ میده رو از ذخیره سازی بار، از شارهای پراکنده مختلف مغناطیسی که هست رو در قالب المانهای مداری بیارید. پس یه بورد رو نگاه میکنید، به حسب ظاهر می‌بینید 3 تا المان بیشتر توش نیست. مدل مداریشو می‌کشید، می‌بینید 50 تا المان هست. به خاطر اینکه عملکرد این مدل مداری باید با اون عملکرد اون سیستم بخونه. بسیار کار دشواری است این مدل‌های مداری رو درآوردن. ولی اگر ما توانستیم مدل مداری رو برای یه ساختار به دست بیاریم، خازن‌های پارازیتیک، الهای پارازیتیک به دست بیاریم،
از یک سادگی قابل ملاحظه در تحلیل که همانا استفاده از تئوری مدار در نرم‌افزارهای تئوری مدار هست برخوردار میشیم. شما اسپایس رو نگاه کنید، اسپایس این نرم‌افزار تحلیل مداریه. چرا اینقدر مدل‌های المان‌های مختلف اضافه میکنن؟ میگه اگر یه همچین چیزی داشتید این المانه، بعد المانه نگاه میکنید میدید این کلی خازن و سلف و چیزهای مختلف توش هست، از لایبراری میارید میذارید اونجا، میگه این عمل کردش مثل عمل کرده اون المان پیچیده الکترومغناطیسی است. دوباره اسپایس قادر خواهد بود این رو تحلیل بکنه. پس در ابتدای برخورد ما با سیستم‌های پیچیده همه به فکر بودن، این فصل 4 اصلا به خاطر این نوشته شده، همه به فکر این بودن که یک شکلی تئوری مدار رو همچنان برای تحلیل همه سیستم‌های الکترومغناطیسی به کار ببرن، مدارهای معادل درست بکنیم که عمل کرده این چنینی داشته باشه. و ابزارش چیه؟ ابزارش تحلیل‌های الکترومغناطیسیه. در حقیقت برای اینکه اون خازن پارازیتیک به دست بیاد ما باید یه تحلیل بکنیم، میزان ذخیره‌سازی بار توسط اون عنصر اون نقطه رو بدونیم چیه تا بتونیم برایش خازن پارازیتیک بذاریم. پس پشت اینم تحلیل میدانی باید باشه. اما وقتی یه بار انجام دادن فرض میکنن که دیگه حالا این در موقعیت‌های مختلف هم مثل همون حالتی که ما تحلیل کردیم عمل میکنه. نقطه دشوارش اینه که این المان‌ها وقتی نزدیک المان‌های دیگه قرار میگیرن کاپلینگ متقابل ایجاد میشه بینشون، رفتارهای خودشون نشون میدن که در رفتارهایشون به صورت مستقل وجود نداره. پس این سیکت مدل افروچ علارغم سادگیش و سادگیهایی که ایجاد میکنه یه چالش اساسی داشته. در کنار این با توسعه کامپیوترها ما نرم افزارهایی داریم که از روش‌های میدانی فیلد تئوریتیکال اپروچ رو دنبال میکنه. اصلا نقش آفرین این صحنه خود میدان الکتریکی و مغناطیسی است. من چه نیازی داره که حتما از تحلیل الکترومغناطیسی برم سراغ یک تحلیل مداری از ولتاژ و جریان با یک مدل مداری خیلی پیچیده استفاده بکنم، وقتی میتونم مستقیما با نوشتن معادلات میدانی تحلیل رو انجام بدم؟ از دهه 1980 به این طرف هر سالی که گذشته کامپیوترها قوی تر شدن، دست بالاتر پیدا کردیم. هنوز ما نرم افزارهای سرکت مدل اپروش رو داریم. شما ماکروویو اسپایس دارید، اچ اسپایس دارید، دیدید انواع نرم افزارهایی که توش مدل مداری استفاده میشه. ADS رو نگاه بکنید دوباره همین اپروش، اما در درون همون ADS نگاه کنید یه انجین داره، یه موتور داره که میگه استفاده از روش مومان برای تحلیل، دیگه میدانی داره کار میکنه. اما نرم افزارهای میدانی خیلی دست بالا گرفتن، دیگه الان خیلی بالا آمدن. تو هر آزمایشگاهی ببینید کلی از این نرم افزارها با هزینه‌های خیلی هنگفت تهیه میشه. البته اگه دوستان چینی قفل شکسته شو عرضه نکنن به بازار که ما معتاد به این ماجرا هستیم متاسفانه، در خارج خب اینا با هم قیمتای اصلیشون عرضه میشه، آدم میفهمه چقدر نرم افزارهای گران قیمتی است. اینجا افراد یه سی دی میگیرن یه نرم افزار 40000 دلاره، یکی دیگه اش مثلا 30000 دلار، یکی 50000 دلار. این دوستان چینی همه حساب موضوع کپی رایت و اینها رو اصلا توی دنیا تحت تاثیر قرار دادن. بحث یه قوانینی باید خاص برای چینی ها بنویسن فکر می‌کنم، چون اینها به این سادگی کنترل پذیر نیستن. خب این اپروچی است که الان نرم افزارهای خیلی زیادی درش هست و اکثر شما اگر وارد این وادی بشید که سیستم‌های الکترومغناطیسی رو تحلیل کنید از این اپروچ استفاده می‌کنید. گرچه همچنان نرم افزاری بر اساس این اپروچ وجود داره. من دیگه بیش از این در این زمینه صحبت نکنم. ما توی این زمینه درس‌های مختلفمون به شما معلومات لازم برای فیلتروتیکال اپروچ برای تحلیل سیستم‌های الکترومغناطیسی مختلف رو خواهد داد و انشاءالله در جای خودش ازش بهره میبره. اما برگردیم به بحث خودمون. من مقدمه ای رو خدمت دوستان بگم. روز دوشنبه انشاءالله مدارهای گسترده خطوط انتقال رو مفصلا بهش میپردازیم. خب خدمت عزیزان عرض کردیم که وقتی میدان الکتریکی تابع
مکان و زمان برش فرایندهای موجی حاکم بود و یک انتقال از نقطه تحریک به نقطه مشاهده با تأخیری که ناشی از سرعت محدود انتقال موج بود مدیریت می شد. میدان مغناطیسی ما انتظار داریم که اگر دو تا اتصال با هادی که حالا هم نمادی اینجوری میکشن هم واقعی هم میتونه دو تا سیم استفاده بشه، خط دو سیمه یکی از ساده ترین خطوط انتقال هست، بیاد و منبع رو به بار وصل بکنه. فرض کنید که من اینجا یک منبعی دارم، حالا به طور کلی ویتی اختلاف ولتاژ بین این دو سیم تابع مکان باشه، به طور لحظه‌ای اثر منبع به بار منتقل نشه، با یه سرعت محدود منتقل بشه. جریانی که در این سیم داره در حقیقت میدان‌های تحریک کننده در منبع رو اثرشون رو منتقل میکنه به بار، اون جریان هم همینطور. یعنی من وی، حالا اگه این راستا رو راستای مدار رو غالبا به طور استاندارد زد در نظر میگیریم، وی فقط تابع تی نیست، تابع زد و تیه، و آی که توسط این سیم هم میشه تابع زد و تیه. خب نمونه از خطوط انتقال من الان اون شکلی کشیدم بهش میگن توین لید، دو سیمه. این دو سیم برای اینکه در یه فاصله یکسانی قرار بگیرن توسط یک نگهدارنده عایقی به همین شکل با هم دیگه قفل میشن و در یه فاصله قرار میگیرن، بهش میگیم خط انتقال توین لید. نمونه دیگه از خطوط انتقال که ظاهرش مثل این دو سیم موازی هم نیست، ولی حقیقت این است که یه سیم گرم، سیم داغ، هات وایر در مرکز با شعاع A و یک سیم بیرونی یا هادی بیرونی با یک عایق اپسیلون آر از هم جدا شدن، به این میگیم کابل کوآکسیال، کوآکسیال لاین با سطح مقطع دایروی، چون این کوآکسیال لاین میتونه سطح مقطعش مستطیلی هم باشه که حالا اسم خاص بهش میدن، به این میگن استریپ لاین. بین این هادی رسانه‌ای درونی و رسانه‌ای بیرونی ما یک عایق داریم. نمونه های از خطوط انتقال هست که در مباحث ما همشون با یک چنین سمبولی نشون داده میشن. این سمبول اگه بخوایم بگیم مدل مداری، همچین سمبولی با دو تا خط، حالا بعضی اوقات اینجاها به خاطر اینکه نشان بدن یک سطح مقطعی داره یک خطی هم رو اون میذارن، ولی دایره یک خط، و به همین ترتیب این ارتباط بین منبع و بار رو با یک چنین سمبولی نشان میدن. از خطوط انتقال دیگه ای که به کار میره ولی تفاوت ماهیتی از نظر وضعیت میدان ها در سطح مقطعش هست، ماکرواستریپ هست، خط ماکرواستریپ. اگر به اینا بگیم خطوط انتقال ایدئال که عایق پرکننده بین دوتا هادی همگن هستن، اینا به خاطر ناهمگنی که وجود داره در حقیقت در زیر این استریپ و خط زمین یک عایق اپسیلون آر هست، به این میگن زیره عایقی در فارسی، به انگلیسی بهش میگن سابستریت، بالایی هم اپسیلون صفر. حالا سابستریت رو اگر بی نهایت در نظر بگیرین می شود حالت ایدئال این خطوط انتقال. باید بگیم شبه
خط انتقال. خواهید دید این نظر کانفیگریشن یا وضعیت میدان ها متفاوت است از او. یه حالا انواع دیگه ای داره که دوتا دو تا استریپ میتونه روی یک سابستریت قرار گرفته باشه و سطح زمین پایین حضور نداشته باشه و از به میگن اسلات لاین، چون بین دو تا خط یک شکاف وجود داره بهش میگن اسلات لاین. و حالا چه کانفیگریشن های دیگه ای که میتونه باشه. اینا شبه خط انتقال باید بگیم، اون خط انتقال های ایدئالی که در بالا هست. وضعیت میدان ها در سطح مقطع خط انتقال که همیشه از دو هادی تشکیل شده، من به طور عام یه هادیه که جریان رو فرض کنید جریان رفتش در این راستاست، یکی که جریان برگشت رو داره میاره. خب وضعیت میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی در خطوط انتقال ایدئال، میدان الکتریکی از هادی گرم خطوطش به هادی گراند یا هادی سرد کشیده شده، این میشه میدان الکتریکی. میدان مغناطیسی هادی ها رو دور میزنه، این خطوط میدان مغناطیسی است. در شکل ایدئال که من اینجا رسم کردم، نه میدان الکتریکی نه میدان مغناطیسی هیچ کدام مؤلفه‌ای در راستای طولی، این راستایی که من زد گفتم، در راستای زد ندارن. در سطح مقطع فقط مؤلفه دارن. یعنی ای اگر من بگم ایکس و وای، فرض کنید من جهت‌ها رو اینچنین علامت گذاری کنم، بگم این ایکس این وای و این راستا راستای زد هست، راستای طولی به این میگن، راستای اکسیال، اکسیال یا راستای طولی، راستای عرضی ترانسورس، ترانسورس یعنی عرضی، ترانسورس. لای میگن لانگیتودینال میگن، لاتیتودینال هم میگن، پس طولی و عرضی دوباره با اسمای دیگه. وضعیت میدان ها در سطح مقطع خطوط انتقال وضعیت ترانسورس الکتریک مگنتیک هست، پس به این میگن توزیع میدان ها، توزیع میدان ها در خطوط انتقال ایدئال. ایدئال که این بالا من سه نمونش رو گفتم، هم عایق پرکننده باید همگن باشه، هم هیچ تلفی در محیط نیست. پس من ایدئال رو اینجا تعریف بکنم، همگن بودن عایق پرکننده بین دو رسانه و نیز نبودن تلف، نه تلف هادی نه تلف عایقی. وضعیت توزیع میدان ها تیمه، تیم مخفف ترانسورس الکتریک مگنتیک فیلد، TEM. خب TEM بودن چه نتیجه‌ای به ما یا چه امکانی به ما میده؟ TEM بودن به ما امکان میده که در هر سطح مقطع جریان و ولتاژ رو به صورت یکتا تعریف بکنیم. یعنی چی؟ من میخوام یک نقطه از سیمه گرم، اگه بگیم A، با انتگرال گیری در یک مسیر دلخواه تا نقطه B، بیام ولتاژ بین A و B رو، پس B A اختلاف ولتاژ میشه انتگرال A تا B E دات DL، این رو حساب کنم. خب انتگرال E دات DL
روی هر حلقه ای من این حلقه رو ببندم، فرض کنید از این مسیر بیاییم مسیر برگشت، رو هر حلقه بسته ای می شود منهای روند به روند تیه انتگرال بی داد دی اس که این سی مرز این اسه. پس من باید روی این سطح بی داد دی اس رو، دی اس هم حتما در راستای زد هت انتگرال بگیرم. اگر میدان مغناطیسی ترانسورس باشه، یعنی هیچ مؤلفه‌ای در راستای زد نداشته باشه، انتگرال بی داد دی اس میشه چی؟ میشه صفر. پس من انتگرال ای داد دی ال هم میشه صفر. اینن مثل الکتروستاتیک، اگر وضعیت میدان ها تی ام باشه، من میگیم میدان الکتریک، میدان الکتریکی اینن مانند الکتروستاتیک دارای مقدار انتگرال صرف صفر بر روی هر حلقه بسته در سطح مقطع خط انتقال تیم است. بی داد دی اس رو داریم حساب میکنیم. بی در راستای دی اس مؤلفه نداره که، بی فقط مؤلفه ایکس و وای داره. ما باید در راستای دی اس مون زد نیست، مگه زد حد نیست؟ بی ایکس حد وای حد ضرب داره زد حد میشه، میشه صفر. یعنی ما گفتیم میدان مغناطیسیمون ترانسورسه، دارای مؤلفه های عرضیه، فقط بی ایکس داریم و بی وای داریم، بی زد که نداریم. بی زد دی زد حد دی اس میشه چی؟ صفر. یه نتیجه دیگه هم داره، وقتی انتگرال ای داد دی ال صفره، شما با روش های الکتروستاتیکی میتوانید پارامترهای خط رو محاسبه کنید. این نتیجه خیلی مهمه، میتوان با روش های الکتروستاتیک پارامترهای خط را محاسبه کرد. این حالا میبینید که چه نتیجه مهمیه. بعدا گفتم جریان هم قابل گرفتن یونیکه، اما قبل از اون نشون بدیم وقتی انتگرال ای داد دی ال روی هر مسیر بسته صفره، در این صورت اگر این رو من بشکنم به ای تا بی ای داد دی ال رو مسیر سی یک، انتگرال ای داد دی ال بی تا ای، پس برمیگردم بی تا ای، این رو بگیم سی یک، این میشه سی یک، این رو بگیریم رو مسیر سی دو، روی مسیر سی دو مساوی با صفره. پس این اگه بیاریم این طرف میشه انتگرال ای تا بی ای داد دی ال رو مسیر سی یک مساوی با ای تا بی ای داد دی ال رو مسیر سی دو. یعنی شما از هر مسیری انتگرال ای داد دی ال رو بگیرید به یه مقداری یکتا میرسید. اختلاف ولتاژ یکتاست در هر سطح مقطع، یعنی مستقل از مسیر انتگرال گیریست. من میتوانم در هر زدی بگم وی زدوتی، از هر مسیر انتگرال بگیرید، خط مستقیم بگیرید، هر مسیر انتگرال بگیرید، فرقی نمیکنه. در مورد جریان هم همینطوره. جریان اگر از قانون مداری آمپر اصلاح شده توسط جان مکسول من فرم انتگرالیش رو بنویسم، خب با یک مسیر سبز رنگ من این یک مسیر سی یک، خب من رو هر مسیر دیگه یا میتونم انتگرال بگیرم. اینجا انتگرال h داد dl روی مسیره با انتگرال j داد ds
به علاوه روند به روندتی شار الکتریکی گذرنده از حلقه داده میشه. انتگرال جی دات دی اس که خب همون جریانی است که از این هادی داره عبور میکنه، میشه همون آی در این سطح مقطع. پس اچ دات دی ال میشه بعد آی در این زدی که داریم حساب میکنیم و تی. اما بعدی به علاوه این شار الکتریکی گذرنده از حلقه دی دات دی اس اگر میدان الکتریکی ترانسورس باشه، یعنی ای به تبعش دی دارای مؤلفه محوری نیست دیگه، محورش فقط چیه؟ مؤلفه‌اش ایکس و یگایه. پس این میشه چی؟ میشه صفر. با صفر شدن این انتگرال اچ دات دی ال رو هر مسیری شما بگیرید به طور یکتا جریان رو خواهد داد، یعنی جریان به طور یکتا با انتگرال اچ دات دی ال قابل عرضه است. پس این نتیجهش میشود جریان به طور یکتا با انتگرال اچ دات دی ال روی هر مسیر بسته قابل محاسبه است. بحث من امروز همینجا کافی است. خطوط انتقال ایدئال ما به اینها میگیم خطوط تیه، یعنی همه اینها، حالا من رسم بکنم فقط برای چون کابل کوکس رو شما میشناسید، میدان الکتریکی با رنگ آبی، میدان مغناطیسی با رنگ سبز. ببینید اینها در حالت ایدئال تیه من دو سیمه که همین الان رسم کردم، اینجا هم همینطور میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی، به اینا میگن خطوط تیه، به این خطوط میگن خطوط شبه تیه یا کواسای تیه. در مورد این من در جلسات آخر درس این فصل انشاءالله صحبت خواهم کرد. اینجا اجازه بدید متوقف بشین. ما متوجه